Bonjour madame, j'ai un rendez-vous pour une coupe à 11h. C'est mademoiselle Tayeb. C'est bien ça. Attendez quelques instants. On s'occupe de vous tout de suite. Qu'est-ce que je vous fais? Je veux avoir les cheveux plus courts. Mais pas trop. Oui, je vois que vous avez les cheveux en bataille. Vous voulez aussi changer la couleur de vos cheveux? Non, ça va comme ça. Avez-vous déjà essayé des mèches? Non, jamais. Vous devriez. Je pense que ça vous irait bien. Les tons clairs mettraient en valeur votre Vous visage. croyez? J'en sais pas. Essayez, je vous assure. En plus, c'est très à la mode. Vous êtes sûr? Bon, d'accord. J'espère que je ne vais pas le regretter. Je vais préparer la couleur et je reviens tout de suite. Et voilà! Qu'est-ce que c'est court? En plus, c'est bizarre de me voir avec ces mèches. Je n'aime pas beaucoup. Je me trouve Ne affreuse. vous inquiétez pas, ça vous va très bien. Vous allez vous y habituer. Vous avez l'air beaucoup plus jeune. Vous croyez? سلام بچه هم من سوشارچی هستم و این درس 13 همه دوره مکالمات کاربردی فرانسه به فارسی ماست دیگه یکم داریم از اون اوضاع قراشمیش مرگ و بیماری و دزدی و اینا داریم میریم آیشه جون یکم داره به خودش میاد و داره به خودش میرسه حالا هم داره میره آرایشگاه بریم ببینیم که به هم دیگه چی میگن میگه که بونجور مادام ژی ان راندوو پور اون کوپ ا 11 سه مادموازل طیب میگه سلام خانم من یه قرار ملاقات دارم راندوو بچه برای دکترم میتونید بگید برای آدمای برای دوستتون هم میتونید بگید پور اون کوپ کوپ یعنی کوپ ما میگیم تو فارسی هم یعنی برای کوتاهی مو ساعت 11 سه مادموازل طیب داره اسمش هم میگه بچه ها میدونید که ما تو فرانسه اگر که بخوایم خودمون رو معرفی کنیم فقط فامیلیمون رو بگیم بعد آقا خانم یا مدام مادموازلش رو بگیم یه سری بچه ها گفتن خب آقا مادموازل که حذف شده بله مادموازل حذف شده ولی توی نوشتار حذف شده توی فرمای رسمی ولی آدم ها همچنان به هم دیگه میگن اینو مادموازل تای بعد اون خانومی که متصدیه میگه سه بیان سر جدولش نگاه میکنه مثلا برنامه رو نگاه میکنیم که سبیان سب اتانده کلک زنستان یعنی چند لحظه سب کنید اتانده کلک زنستان از فعل اتاندر میاد اون سکوپ دو وو تو توید بچه اون سکوپ دو وو رو توی ویدیو قبلی فکر کنم بهش پرداختیم یعنی به شما رسیدگی میکنیم در خدمتتون خواهیم بود تو توید یعنی تا چند لحظه دیگه یکم دیگه خیلی نزدیکه بعد آیشه میره میشینه و میگه که کسکو جووفه آرایشگره بهش میگه کسکو جووفه یعنی من چیکار براتون بکنم کسکو جووفه وو اینجا خانم کمپلمان رو بشه میگه جوو زوار میخوام داشته باشم لشفو پلو کور دوست دارم موهام کوتاه‌تر باشه دوستم داشته باشم موهای کوتاه‌تر می پترو ولی نه دیگه خیلی هم دیگه خیلی کوتاه نکن یکم میخوام کوتاه بکنم آرایشگر میگه وی je vois que vous avez les cheveux en bataille این یه دونه اصطلاحه وقتی موهام خیلی به هم ریخته است و نامرتب و شونه نزدیم و یا شاید نامیزونه میگه که میبینم که جنگ موهاتون خیلی جنگ زده است انگار بم خورده خیلی به هم ریخته است vous voulez aussi changer la couleur de vos cheveux دوست دارید آیا مثلا رنگ موهاتون رو عوض کنید بچه شانژه لکولا یا فعل کلوغه داریم فعل تندغ داریم به معنی رنگ کردن یا فعل دکولوغه هم داریم یعنی که رنگش از بین بره دکولوره بکن داره بهش پیشنهاد میده دیگه نه میگه نو سوا کمسا همینجوری خوبه اوکی هم نمیخواد دست شما درد نکن بعد این میگه اوه وو دیجا اسیه دمش حالا که میبینه که نمیخواد موهاش رنگ کنه یه چیز دیگه میگه که موهاتون رو تا الان مش کردید اوو دژا دژا بچه یعنی تا کنون خب مثلا یا قبلا میگم ژ دژا
appris à parler le français. قبلن یاد گرفتم. J'ai déjà mangé du gâteau au chocolat. قبلن تالا شینی شکلاتی خوردم. آیا تالا مش امتحان کردید مش مون چجوری؟ میگه نو جامه. هرگز این کار نکرده. بعد این آرشگر میگه و دوریه. باید این کار بکنیم. اینجا دوباره بچه ما کندیسیونل داریم استفاده میکنیم. و چون میخواد توصیه بکنه از کندیسیونل استفاده میکنه. میگه شما باید این کار بکنید. به نظرم خیلی باحال میشه. کندیسیونل بچه ها میدونستید که قدیکل دو فوتور بود. یعنی من فوتور صرف میکنم. بعد ترمینزان امپرفه ای اس ای اس ای ای تی ای او ان اس ای زد ای او ان تی. فعل دووار صرف میکنم. کم کم باش آشنا بشه. جو دووره، تو دووره، ایل دووره، ایل دووره، نو دووریان، وو دووریه، ایل دووره، ایل دووره. Je pense que ça vous irait bien. دوباره اینجا چون مطمئن نیست یه چیزی رو داره در آینده پیش بینی میکنه دوباره کندیسیونل استفاده کرده. من فکر میکنم که به شما خواهد اومد. Ça vous irait bien. اینجا کندیسیونل الاس. من کندیسیونل الاس صرف میکنم. J'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Les tons clairs mettraient en valeur votre visage. میگه این تونای روشن صورتتون رو بیشتر به چشم میاره، ارزشش رو دوچندان میکنه، زیباییش رو بیشتر میکنه. متر آن ولو یعنی ارزش های یه چیزی رو نشون دادن، زیبایی های یه چیزی رو بیشتر نشون دادن. اگه موهاتون یکم مش روشن بکنید صورتتون بیشتر به چشم میاد. متر آن ولو. بعد میگه و کایل اینجوری فکر میکنید شما سپر نمیدونم. بعد میگه اسیه جو ووز اسور امتحان کنید. من بتون اطمینان میدم اصلا ککتون نگزه. واقعا خیلی خوب میشه. اون پلوس سه تخز علمود. تازه خیلی موده. همه آدم ها دارن مش میکنن. دارن یک هم موهاشون رو مثلا چنان یه موه روشنی میذارن اینا. ووزت سور؟ مطمئنید؟ بون دکار. باش. جسپر که جو نو وی پا لو رگرته. امیدوارم که بعدا پشیمون نشم. بچه جسپر که میدونید که علاوه معنایی خیلی باید بعدش سوبژانتیو استفاده کنیم. ولی یکی از استثناءات بزرگه که ما بعد از اسپره سوبژانتیو استفاده نمی کنیم. سوبژانتیو هم میتونید از این بالا برید ببینید که در چه مواقعی استفاده می کنیم. پس بعد اسپره میتونیم سوبژانتیو استفاده نکنیم. میتونیم فاعل مشترک هم استفاده بکنیم. برخلاف سوبژانتیو. میگه امیدوارم که پشیمون نشم. لو بچه اینجا کلن این ماجراست. سه او دست میگه امیدوارم که حسرت یا پشیمون نشم برای. بعد میگه جو به پرپقه لکولار اجاقا ویان تو چی؟ میگه من میرم رنگا رو درست میکنم فورنم برم کرد. بعد رنگا تموم میشه ماشکوتا میکنه مشم میکنه بعد میگه اوالا بفرما اینم از این. بعد طبق معمول آدم ها میرن وقتی یه تغییر بزرگ انجام میدن آدم ناراضی دیگه. میگه کسکو سکور چقدر کوتاهه. کسکو سکور خیلی کوتاه شد. من مگه نگفتم پترو. آن پلوس اضافه برای سه بیزار دو مووار اوک ده سه مش. خیلی عجیبه. خودم رو دارم میبینم با این مشا خیلی عجیب غریبه. جونم پا بکو خیلی خوشم نیمن. جونمو تروف افروز فکر کنم وحشتناک شدم. تروفه بچه ها گفتیم جو کراکر جو تروف که جو پانسکو یعنی فکر میکنم به نظرم. حالا افخاز یعنی وحشت. یعنی خودم رو وحشتناک میابم. به نظرم وحشتناک شدم. افتضاح شدم. میگه نو ووزن که تپا. نگران نباشید. به دلتون بد را ندید. سووت خبیان. اله بچه ها گفتیم. یعنی به کسی آمدن. تو فارسی ما میگیم آمدن و اونا میگن رفتن. یه جلسه قبل اگه یادتون باشه گفتیم سووه امقوه خیلی بهتون میاد. سووت خبیان. ووزله ووزی ابیتوه. این فعل خیلی فعل خوبیه. سبیتوه اکل کشوست بچه یعنی به چیزی عادت کردن. سبیتوه اکل کشوست. حالا اکل کشوست اگه بخوام به جش مستر بذاریم میتونیم از ایگرگ استفاده کنیم. ایگرگ هم جای مکان میشینه هم جای اکل کشوست میشینه که دوباره اینجا ویدیو داریم میتونید برید ببینید. ووزله ووز ابیتوه یعنی بهش عادت خواهید کرد. Vous avez l'air beaucoup plus jeune. الان خیلی بیشتر جوان به نظر میرسید. Vous avez l'air یعنی به نظر رسیدم. بعد اینم که دوباره شک داره میگه Vous croyez. امیدوارم درس امروزم براتون مفید باشه. هفته بعد میبینم.